خودش رو داره و میتونه زائقه های مختلف رو پاسخ بده. تشکر میکنم از شرکت یا مؤسسه هزار ترانه که همت گماشته تا این ردیف رو منتشر بکنه، از جناب آقای داود فیاضی هنرمند خوب و گرانقدر هم بسیار بسیار سپاسگزاریم که نسبت به استادشون حق شاگردی رو به جا آوردن. جناب استاد مهرتاش خوشبختانه شاگردان بسیار خوبی داشته. همین تصاویر کوتاه رو که شما ملاحظه کردید بخش بسیار بسیار اندکی از تلاش‌های ارزشمند استاد مهرتاش رو به تصویر کشیده بود که شاگردان بزرگ و سرشناسی امروز داره. بخشی از اینها رو نام بردن و بخش دیگری شاید واقعا نام برده نشد چون زمان نبود، نیازی هم نیست در محضر شما که همتون اهل تحقیق و پژوهش هستید بنده بهش اشاره بکنم. به خاطر اینکه مقدمه خودم رو طولانی تر نکنم، اجازه بدید که دعوت بکنم از محضر یکی از معلمان خوب آواز، یکی از ردیفدان‌هایی که امروز ایشون هم شاگردان با سن جوانشون شاگردان بسیار خوبی رو به جامعه معرفی کردن، مدیر عامل محترم خانه موسیقی برادر بسیار عزیزم جناب آقای حمیدرضا نوربخش. به افتخارشون دست می‌زنیم. استادان عزیز خودم هم عرض سلام و احترام دارم. اگر به تاریخ موسیقی ایران رجوع بکنیم، در بخش آوازی ما سابقه خیلی طولانی برای ردیف در بخش آواز نداریم. در گذشته در واقع این موسیقی همجور سینه به سینه منتقل می شده و معلم ها به شاگردانشون درس می دادن. شاید رپرتوار خیلی مشخص و مدون و ثبت شده ای هم وجود نداشت. تا می رسه به دوره قاجار که در واقع یک رپرتوار مشخصی برای موسیقی ثبت و ضبط میشه که مربوط میشه به خاندان فراهانی، از آقای نجمن فراهانی و فرزندان ایشون میز عبدالله آمیز حسین بولی و دیگه شاگردان ایشون، که ما در واقع روایت ردیف هامون عمدتا روایت سازی است و ما سابقه ای در روایت آوازی از ردیف نداشتیم تا مرحوم استاد عبدالله خان دوامی که آمدند و آنچه که برداشت داشتن از ردیف سازی به دلیل ذهن بسیار دقیقشون، حافظه خیلی استثنائیشون و دقت نظرشون، آمدن و این رو در واقع تبدیل کردن به یک رپرتوار آوازی و با ذوق و سلیقه خودشون اشعاری رو در واقع بر مبنای اون گذاشتن روی این گوشه ها. بخشیش هم خب نشد به دلیل اینکه گوشه های سازی همش هم قابل اجرا در بخش آواز نیست، حالا یا به دلیل اختصارش یا به دلیل نوع جمله پردازیش
که طبیعتاً ما می‌بینیم که ردیف آوازی اخص از ردیف سازی است. یعنی ردیف سازی خیلی گسترده تره که این بحثش مفصله، الان سرتون رو درد نمیاره. و ما در واقع در گذشته این آوازخوانان بزرگ و استادان بزرگ آوازی که داریم، ببینید اینا همه با توجه به مقدار صحه موجودیشون و هوششون و دقت نظرشون و تواناییشون میتونستن از معلمهاشون فرا بگیرند. ما سابقه ای نداریم. مثلا بگیم که مرحوم سید عبدالرحیم اصفهانی که یکی از آوازخوانان بزرگه که با شاگردانی هم تربیت کرده، امثال بزرگانی مثل استاد تاج اصفهانی، مثل استاد علی بخانساری، مثل حتی حالا به واسطه سید حسین طاهرزاده و دیگران شاگردان سید رحیم هن. ولی خب ما نمیتونیم بگیم که سید رحیم مشخصا چارچوب مدون درسیش چی بوده، چجوری بوده. اینا مشخصه که در واقع چارچوب آنچنانی از نظر آموزشی وجود نداشته و معلم میخوانده به شاگرد به اندازه صحیح وجودیش از اون فرا میگرفت. ولی در بخش ساز نه، همطور که عرض کردم ما چارچوب مشخص داریم، یعنی آنچه که به نام ردیف ثبت شده که البته استادان عزیز جناب استاد گنجایی عزیز ما که از همه ما اعلم و افضلن در این زمینه صحبت کنن و استادان عزیز دیگری که هستن به هر حال جسارت میکنن در محضرشون. به هر صورت در بخش ساز ما چارچوب داشتیم و خب شاید یک علت این که ما در بخش آوازی اون گستردگی رو شاهد نبودیم در بخش خواننده پروری، شاید که دلایلش هم این بوده. به هر حال افراد کمی هستن که اگر ما چارچوب آموزشی نداشته باشیم، دوستانی که معلم هستن میدونن، به هر حال معلم بایستی که یک چارچوبی داشته باشه، به قول امروزی ها یک طرح درسی داشته باشه. و اگر اون طرح درس نباشه، یه عده قلیلی میتونن فرا بگیرن. اون آدمایی که خیلی باهوشن، خیلی توانایی خاص دارن، میتونن فرا بگیرن و یه عده زیادی هم نمیتونن. اینه که در بخش موسیقی ما این چنین بوده. خب از وقتی که به هر حال آقای دوامی روانشون شاد بشه آمدن و شاگردانی تربیت کردن و ما تو این بخش هم یک نکته رو خوبی که بدانیم، این نکته ایست که من مدت‌های مدیدی ساجبش صحبت میکنم. ببینید من در حالا در بخش آوازی عرض میکنم، بخش رپرتوار و ردیف باز میشه این رو از خوانندگی جدا کرد. یعنی وقتی که استاد دوامی آمدن و یک چارچوبی رو مدون کردن به عنوان ردیف آوازی و این رو منتقل کردن، طبیعتاً همه شاگردان ایشان خواننده نبودند و همه شاگردان ایشان هم خواننده نشدند، ولی خب یک بابی باز شد به نام ردیف، ردیف دانی در بخش آواز، که این بخش از خوانندگی جداست. میتونه ممزوج هم باشه، میتونه جداگانه هم باشه. مثلا یک کسی مثل روانشاد محمود کریمی، کسی هستن که از شاگردان برجسته مرحوم استاد دوامی بودن، ولی خب آقای کریمی هیچ وقت خواننده نبودن و ادعای خوانندگی هم نداشتن. به هر حال ایشون یک صاحب نظری بودن در ردیف و تو اون بخش کارشون رو انجام میدادن و خیلی کار مؤثر و خوبی هم انجام میدادن. و یکی از مراجع ما امروز در ردیف نظر مرحوم استاد محمود کریم است. اینا اول گفتم که برسم به اینجایی که یکی از کسانی هم که آمد و در بخش آوازی چارچوب مشخص کرد مرحوم استاد اسماعیل مهرتاش بود، که ایشون هم اتفاقا خواننده نبود، همونطوری که ملاحظه کردید ایشون نوازنده بود. ایشون هم ردیف رو به صورت سازی یا آموخته بود و ایشون هم اومد با ذوق و سلیقه خودش در موقع یک چارچوب رو مشخص کرد، مدون کرد، جمله بردازی های سازی رو از استادانش مثل درویش خان و دیگران فرا گرفته بود، آمد و اشعاری رو با ذوق و سلیقه خودش
اینها رو گذاشت روی جمله های سازی و تدوین شد به عنوان یک رپرتوار ردیفی در بخش آواز و اینها رو به شاگردانشون درس میدادن و یکی از کسانی هم که واقعا خدمات زیادی کردن و شاگردان زیادی رو تربیت کردن مرحوم استاد اسماعیل مهرتاش هست و دیگرانی هم بودن. مثلا آنچه که ما در مورد مرحوم استاد نورعلی خان برومند میشنویم که ایشون هم به هر حال خواننده نبودن و صدای معمولی خوانندگی هم حتی نداشتن، ولی خب ایشون هم اومده بودن شیوه آوازی مرحوم سید حسین طاهرزاده رو در واقع آنالیز کرده بودن و این رو منتقل میکردن به عنوان شیوه آوازی و آنچه که امروز به غلط توسط بعضی ها میگن آقا ردیف طاهرزاده، ما ردیف طاهرزاده نداریم و مرحوم طاهرزاده ردیف نداشتیم، آنچه که هست شیوه آوازی سید حسین طاهرزاده است که این هم کار بدیعی بود اتفاقا که مرحوم برومند انجام دادن. یعنی برومند هم میدونید که برومند هم نبوغ خاصی داشت، برومند ذهن عجیب غریبی داشت و قوه تحلیل بسیار بسیار عجیب غریب و بالایی داشتن و ایشون اومده بود یک شیوه ای رو آنالیز کرده بود و چارچوب‌هاش رو در آورده بود و اصولش رو استخراج کرده بود که اینم اتفاقا از هر کسی بر نمیاد، از آواز سید حسین طاهرزاده به عنوان یک خواننده بسیار بسیار قدر و به عنوان یک کسی که واقعا سبک بسیار ممتاز و شاید بگیم یکی از با سلیقه ترین خوانندگان در تاریخ موسیقی ما سید حسین طاهرزاده است و آن ذوق و سلیقه‌ای که ما در آواز طاهرزاده می‌بینیم، در انتخاب اشعار، در تلفیق شعر موسیقی، در ادوات تحریر و در همه چیزهایی که مربوط میشه به یک چارچوب شیوه ممتاز آواز، سید حسین طاهرزاده بهترین وجهش رو ارائه کرده و این را یک کسی مثل برومند آمده و تحلیل کرده، آنالیز کرده و این را به شاگرداش منتقل کرده. منتها یه نکته وجود داره، متاسفانه من امروز هم میشنوم که بعضی از نوازندگان همین روش رو میخوان دنبال بکنن و بیان و به این شکل میخوان در واقع آموزش رو منتقل بکنن. ببینید دوستان عزیز، خانوم ها، آقایان، این کار هم از اول از هر کسی بر نمیاد، ثانیا همه آدم ها نمیتونه از یه استفاده بکنه. ببینید برومند شاگردای زیادی داشت ولی در آواز یه نفر شده استاد محمد شجری، در صورتی که فقط شاگردای آقای برومند فقط مرحوم غزلی سربستانی و آقای اکبر گلپایگانی و جناب شجریان نبودن، شاگردای زیادی داشتن. ولی خب ببینید وقتی انگشت شمار هم کسانی که تازه همین ها هم با همدیگه مراتبی دارن، همین ها هم ببینید در یک کسی مثل استاد شجریان این آدم میتونه یک تحول ایجاد بکنه و یک نگاه که یک کلید رمزی رو به یه آدم بسیار هوشمندی میدن، این دیگه میره اونجا یک دریچه‌ای رو باز میکنه به یک دنیای بی انتهایی. و شما ببینید وقتی که نفس برومند به استاد شجریان خورده، ما شاهد یک تحول عظیم هستیم. یعنی استاد شجریان مثلا قبل از سال 53، استاد شجریان بعد از سال 53، این تحول رو ما میتونیم شاهد باشیم و این اثر برومنده. ولی خب این اثر هم عرض کردم در هر کسی در واقع مؤثر نمیافتد و از اون ورش هم داریم یا آدمایی استعداد خاص خودشون رو دارن، این مسیر رو نرفتن، مسیر ردیفی رو نرفتن. نمونهش استاد نادر گلچین عزیز ماست که اینجا نشسته و من در یه جلسه ای که بزرگ داشته ایشون بود به تفصیل همین چند وقت پیش در فرایسر عرصباران به تفصیل سخن گفتم راجع به شیوهی که نادر گلچین ارائه کرد در آواز. خب ایشون هم از استعدادهایی هستن که این مسیر ردیف رو نرفتن، یه مسیر دیگری رو رفتن ولی خب به مقصد
رسیدن به یک سرپسیار و اسلوبی رو در آواز ارائه کردن و که حالا مفصل دیگه اینجا خستتون نکنم. علی‌ای حال این جلسه رو ما به فالدیک میگیریم. آقای داوود خان فیاضی عزیز دستتون درد نکنه و دختر هنرمندشون با خانم که در این کار همه جوره کمک کردن. به هر صورت ما هرچی که در فرهنگ آوازیمون بتونیم این رو گسترش بدیم باید حتما به فالدیک میگیریم. به هر حال افراد زیادی نبودن که در چند کلاس میرتاش اتفاقا من این رو بارها و بارها از شاگردان مختلفشون شنیدم، از جمله استاد شجریان که میگفتن که مثلا کلاس های مهرتاش یه جایی بود تو همین جامعه بار بود و خیلی ها میومدن و میشستن و خیلی افراد زیادی که بعد استاد میگفت که من گاهی وقتا مثلا به های مهرتاش بودیم مثلا ها فلانی مثلا اینا که اصلا صدا ندارن، حالا مثلا اینا برای چی بیان اینجا شما وقتتون رو تلف کنید؟ مثلا اینا گفته باید نداره اینا شنونده های خوبی میشن برای موسیقی. به هر حال یه نگاه اینجوری داشتن، ولی میخوام عرض کنم که اینجوری هم نیست که همه شاگرد های مرحوم مهرتاش همه شون زبده باشن، کما اینکه در همه کلاس ها اینجوری هست. به هر صورت افراد قلیلی هستن که اینها وفادارند، پیگیرند. یکی از اونها هم جناب فیاضی هستن که به هر حال این میراث رو حفظ کردن سالهای سال از حریم کاریشون و حریم استادشون دفاع کردن، پاسداری کردن و افراد دیگری هم که اگر کردن دستشون درد نکنه. به هر حال مدت پیش هم مثلا همیکار رو از آقای منتشری شاهد بودیم. به هر صورت من عرضم اینه که اینها چیزهایی نیستن که ما انحصاری بخوایم نگاه بکنیم. گفت که یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب از هر زبان که میشنوم نامکرر است. به هر صورت این هم روایتی است که از ذهن و ذهن و ضمیر جناب فیاضی تراوش کرده و حتما شنیدنی است و حتما بایستی که قدردان بود. من قصه نباشید میگم خدمتشون. از خانه هنرمندان ایران هم تشکر میکنم، جناب دکتر سرسنگی و همکاران عزیزشون که این فرصت رو فراهم کردن که چنین جلسه با شکوهی اینجا اجرا بشود. به همه شما شب بخیر میگم، مجددا هم عیدتان مبارک. تشکر.